هشتمین روز بهمن ماه برابر با 28 ژانویه سال 1259 خورشیدی برابر با 1881 میلادی، در گذشت تئودور میخایلیویچ داستایوفسکی، ادیب بزرگ روس که در مسکو به دنیا آمد و پس از اتمام دوره تحصیلات مهندسیش وارد عرصه ادبیات گردید. داستایوفسکی نخستین داستانش را مردم فقیر نام گذاشت که با استقبال پرشوری مواجه گردید. پس از آن به نوشتن داستانهایی از قبیل زن صاحب خانه و شبهای سپید پرداخت که مردم با آنها اقبالی نشان ندادند. پس داستایوفسکی دل سرد شد و به جمعیت آزادی خواهان پیوست. کمی بعد او را به جرم قیام بر ضد سلطنت و مخالفت با کلیسا دستگیر و به اعدام محکوم کردند. اما در لحظه اجرای حکم قاصدی از طرف تزار خبر آورد که محکومیت او به 4 سال زندان و تبعید به سیبری تغییر یافته است. داستایوفسکی پس از تبعید حیات ادبیش را با شیوه رئالیستی یا واقع‌گرایی آغاز کرد. سال 1293 خورشیدی برابر با 1915 میلادی، تصرف آذربایجان توسط قوای روس در جریان جنگ جهانی اول. پس از شروع جنگ جهانی اول و تجاوز نیروهای عثمانی به آذربایجان ایران، دولت روسیه نیز قوای خود را وارد ایران نمود و برای تصرف شهرهای آذربایجان بین قوای روس و عثمانی جنگ شدیدی در گرفت. در این نبرد سهمگین عده زیادی از مردم آذربایجان کشته و زخمی شدند و اموال آنان به غارت رفت، تا اینکه قوای روس بر سپاه عثمانی پیروز گشت و عثمانی‌ها عقب نشینی کردند. قوای قزاق روس در حالی به ایران هجوم آورد که ایران از همان آغاز بی‌طرفی خود را اعلام کرده بود. سال 1348 خورشیدی برابر با 1970 میلادی، در گذشت سید حسن تقی‌زاده از رجال دوران مشروطیت که در تبریز به دنیا آمد و پس از پایان تحصیلاتش به جنبش مشروطه خواهان پیوست و پس از پیروزی آزادی خواهان و افتتاح دوره اول مجلس شورای ملی به نمایندگی از سوی طبقه اصناف تبریز انتخاب شد. وی از همان آغاز کار مجلس نگاه‌ها را به سوی خود جلب کرد و ظرف مدت کوتاهی رهبری جناح اقلیت روشنفکر، تجددخواه و تندرو مجلس را به دست گرفت که طرفدار تغییر و اصلاحات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بود. تقی‌زاده در کنار بزرگانی چون سعدالدوله و میرزا حسن خان مشیرالدوله عضو هیئتی شد که از طرف مجلس مأمور تدوین متمم قانون اساسی مشروطه گشت. بر پایه همین متمم بود که حکومت مشروطه تعریف و تفکیک قوای سگانه و حقوق ملت ثبت شد و در جریان بحث‌های همین هیئت بود که دیدگاه‌های تهیه کنندگان متمم قانون اساسی در باب مرز میان شرع و قانون مشروطه آشکار شد. نطق‌های تند و پرشور او در مجلس خشم و کینه محمد علی شاه را برانگیخت و باعث شد تا در جریان به توپ بستن مجلس محمد علی شاه شخصا دستور دستگیری وی را صادر کند. وی پس از انقراض قاجار به سمت‌های گوناگونی از جمله وزارت دارایی، سفیر ایران در لندن و ریاست مجلس سنا رسید.